به توریس میخوره. کی منتظر مچاپای توریس بود؟ این ویدیو بیشترین مچاپای توریس رو بهتون نشون دادم. اینجا نفر یک جهانی 77 به توریس میخوره. به خدای بریجز هم منتظر تاپ لدر به توریس میخوره. کی منتظر مچاپای توریس بود؟ این ویدیو بیشترین مچاپای توریس رو بهتون نشون دادم. این رفقا بلو در برابر توریس، دوتا از خدایان بریج اسپم در حال حاضر به هم دیگه خوردن. سلام به 24 ساعت آخر سیزن، خوش اومدید بچه ها. 24 ساعت آخر سیزن به هم دیگه داریم. بلو رنک فکر کنم 15-16 بود. بچه ها ویدیو امروز قراره یکی از مهیج‌ترین ویدیوهای ممکن تو کل چنلمون باشه. این موضوع که براتون ثابت شده است بچه ها. همین الان کیتا سیان در برابر بلو، هر دو از کشور ژاپن هستن و بچه ها کیتا سیان یکی از بهترین کلش رویال لیگ بوده، واقعا بهتون میگم یکی از خدایان. سال 2022 توی سی آر ادش نفر پنجم جهان شد. شما تصور کن الان حریف بلو که خودش خدای بریج اسپمه، نفر پنجم در واقع کلش رویال لیگ سال 2022 شد و این بتل میتونه فوق العاده جذابیت زیادی داشته باشه. ببینیم نتیجه چی میشه. این مچ، یعنی مچ الکترو جاینت با بلو، یعنی با ترکیب بلو، به نظرم میتونه به نفع کیتا سیان باشه. واقعا میتونه باشه بچه ها و باید دید که چه اتفاقی میفته. اینجا میگیره رو تاور پشمام، چه دمیج سنگینی به سمت چپ وارد میشه. اوکی 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 اوکی، یه دسته فکرم مترف حل. خب اینجا به موقع ترین بربر نخبه ممکن بود که پلی داده شد. یه ذره لگ دارم، بعد این بطل میرم درستش میکنم. اوکی نایت ایولوشن و کنون کارت. اینجا باید تورنادو حتما بزنه کیتا سیان برای دفاع. اصلا تورنادو نمیزنه، همین بربر برل کافی بود واقعا. اوکی بچه خیلی داره نزدیک و حساس پیش میره. این بچه به هیچ عنوان دست ندید که نتیجهش واقعا میگم غیر قابل پیشبینیه. گوست آرچر تکامل هر دو سمت رو میتونه پوشش بده، یعنی هر دو سمت میتونه به یه اندازه مورد حمله قرار بده. کنون کارت، بله همونطور که انتظارش میرفت از آرچر تکامل داره محافظت میکنه. آرچر تکامل که همچنان زنده میمونه، هیچ کارت دیگه نداره جز بولر. او مای گاد، ببینید بچه آرچر تکامل سمت چپ رو نگاه بکنید، اصلا باور نکردنیه. فقط به خاطر آرچر تکامل بود که این بازی رو برد. اصلا شما توجه کردید چه اتفاقی افتاد؟ یه ذره بزنید عقبتر، مطمئن باشید که بهتر درک میکنید که چه اتفاقی توی این لحظه از بازی افتاد و توی این مچ افتاد. بچه آرچر تکامل بالای 40 ثانیه زنده موند. یه آرچر تقریبا 400-500 HP تونست خودشو زنده نگه داره با کمک‌های بلو و کار رو به سختی سخت برای کیتا سیان پیش ببره و این موضوع باعث شد که با اسپم کردن فراوون مچو ببره. بریم مچاپای بعدی که کلی آموزنده و فوق‌العاده خواهد شد. خب دوستان عزیز، هادی رو داریم، ویلکام رو داریم، اوور رو داریم که هر سه توی تاپسای جهان دارن بازی میکنن. اول سر میزنیم به هادی بلسی آیا خورده به یکی از خدایان کلش رویال لیگ تو سال 2018. بچه ها این السی آیا میتونم بگم، حالا اونایی که کلش رویال لیگ رو از قبل دنبال نمی کردن شاید این فکت براشون جذاب باشه. اینجا که بازی رو برد السی آیا، ولی اینو بهتون میگم این فکت رو بچه ها تا بطل بعدی که شروع بشه. السی آیا تو سال 2018 یکی از فینالیست های، چون فینالیست مثلا اینطوری نبود که حالا بگیم یه نفر به فینال برسه دو نفره مثلا کارو تموم میکنه، نه، فینال به صورت چند مرتبه ای انجام میشد. یعنی اگه دوتا تیم با هم دیگه میخوردن پلیر های هر تیم شاید به چند میتونم بگم مچ میتونستن کار خودشون رو به اتمام برسونه و اینطوری نبود که مثلا یه دونه بست آف 5 بزنن تا نتیجه قهرمان مشخص بشه. یکی از فینالیست های اون دوره همین السی آیا بوده که واقعا پلیر با اسکیلی بوده. بچه ها ویلکام رو داریم، یه مولتی ریاکت داریم بچه ها. امروز اینم بهتون میگم دیروز هم مولتی ریاکت بود، ولی هرچی به پا
پایان سیزن نزدیکتر میشیم مولتی ریاکتامون فوق العاده جذابتر و مهیج‌تر پیش میرن. یک روز آخر سیزن هستیم، دقیقاً 24 ساعت مونده و اینجا تابر هر دو میره و ببینیم چه اتفاقی میفته. برور تکامل یه دونه فایربال به موقع و فوق العاده، فایربالش باعث میشه که کلی دمیج به تابر بتونه وارد بکنه. او مای گاد، اینجا حریف چی داره برای دفاع؟ برای حمله؟ لابا؟ اوکی بچه ها، این مچ واقعا فقط باید دید و لذت بود، چون نتیجهش دقیقا مثل بطل اول غیر قابل پیشبینیه. واقعا مچاپ کیتاسیان و بلو یکی از مچاپ های غیر قابل پیشبینی بود که این مچاپ هم به نظرم اینطوری پیش بره. بربر خب بچه ها، هر دو تابر به یه اندازه رفته. واقعا بهتون میگم بعضی از مچاپ ها دقیقا مثل همین مچ غیر قابل پیشبینی هستن. اینجا او مای گاد، چقدر داره نزدیک پیش میره. این بتل رو به هیچ عنوان از دست ندید. 1 دقیقه و 40 ثانیه بیشتر ازش نمونده، ولی پلیر برتر توی این بازی قطعا ولکام بوده. بچه ها مچاپ به نظر من 60-40 به نفع حریفه، توی این موضوع شک نداشته باشید، ولی پلیر برتر اوضاعش فرق میکنه و به نظرم پلیر برتر همین ولکام بوده توی این بازی. اوه اوه اوه، سمت چپ، وای وای وای، سمت چپ چرا بربرا نرفتن؟ داد بیداد بچه ها، بربرای اِوولوشن نرفتن سمت چپ رو کمک بکنن. خیلی حیف شد، بیش از اندازه حیف شد این مچ. به نظرم من میتونست به نفع ولکام تموم بشه و بلو رو داریم بچه ها توی رنگ فوق العاده به این بریج اسپم باز میخوره. هر دو بریج اسپم هستن، ولی خب نسخه های متفاوتش. بریج اسپم کلاسیک و اصلی همین ترکیبیه که بلو داره بازی میکنه. بریج اسپم بالا یعنی ماستر عبدالفتاح اسمش هم هست، یه بریج اسپم متفاوت و نوعی هستش که توی این یک سال اخیر در واقع درست شده، ولی خب ترکیب بلو برای سالها، شاید بگم از اول کلش رویل بوده این بریج اسپم. پس این مچ یه جورایی رونمایی از بریج اسپم ورژن جدید و ورژن قدیمشه. این مچ خیلی میتونه جذاب باشه، آرچری تکامون از بک، ولی این موضوع رو بهتون بگم، این مچاپ خیلی سختی برای بلو میتونه بشه ها. شاید یه چیزی شبیه به 70-30 به نفع ماستر عبدالفتاح میشه این مچاپ بدون هیچ شکی. آرچر از بک واقعا جلوی این ترکیب رو گرفتن به خودی خود سخته، مگر اینکه حالا بخواد اینطوری زد باشه. عروز هم داره، حالا عروز میتونه کمک بکنه، ولی خب عروز باسه چیش؟ ناکنید 8 تا کارت داره به جز کارت آخرش که فکر میکنم اسپل باشه یا همون عروز، 7 تا کارت داره که هر کدومش فقط با عروز میمیرن. یعنی اگر بخوایم حساب بکنیم عروز یه جورایی فقط بتونه دو یکی از کارتای مهم ماستر رو بگیره. میگم کار سخته، کار فوق العاده سخت و سنگین قراره پیش بره برای بلو، ولی خب تا الان تونسته بالاخره سه نشه دیگه. چون واقعا اگه من بودم، خود من دارم مثال میزنم، اگه من جدا این ترکیب قرار میگرفتم سه میشدم، چه با ترکیب اصلی خودم. خدای زد هاجی هستم، اینو هر جور بخوای بهش نگاه بکنی یکی از زدترین هاست. اوکی آرچر تکامل، ایوان تکامل نه ببخشید. اوکی خیلی داره حساس و جذاب و نزدیک و استثنایی پیش میره این بازی. ماستر عبدالفتاح اصلا هیچ رحمی نداره و فقط هم داره از دلیبری استفاده میکنه که این موضوع باز شده که این مچ دیوانوار پیش بره. عروز عروز وای حیف شد، اصلا توی اکسیر شماری هم نگاه بکنید چقدر کم میاره بلو.
الان شما خودتون رو مثلا یه داور قرار بدید، به نظرتون این مچ چند چنده؟ اگه نظر شخصی من رو بخواید بدون شک و بدون هیچ درنگی میگم این مچ یه مچاپ 70-30 الی 80-30 به نفع حریفه، شاید بیشتر، البته شاید شما بگید حالا 90-10 باشه، ولی خدای نامردی بود این مچ، خیلی نامردی بود. عروس اوکی، اینجا فکر کنم دیگه کار تموم بشه. او مای گاد، سمت راست رو بگیره، چپ رو بگیره، اصلا این دلیبری بلایی سر بلو آورد که هیچ کارت دیگه ای تا الان نمیتونست این کار رو انجام بده. واقعا دلیبری میتونه ترکیب بلو رو، به خاطر میگم اسپم بودن ترکیب بلو، این اتفاق اجرایی معقوله، این اتفاق باید بیفته. وقتی دلیبری دونه حریف میزنه، اگه از هر دو سمت هم بخواد اسپم بکنه، بازم حالا بگیم 10-11 تا اکسترا میخواد خرج بکنه برای حمله، ولی بازم جلوش گرفته میشه با همون در واقع رویال ریکوئرتس. فکر کنم گفتم رویال دلیبری، اشتباه کردم. خب بچه ها یه مچ هم از هادی داشته باشیم. بچه ها مولتی ریاکت دیگه مولتی ریاکت هامون توی ماه فکر کنم دو بار تکرار میشه که این آخرین بارشه. نه البته یک ساعت آخر سیزن هست که اون اصلا بحثش جداست، اون اصلا دیگه بحثی نمیشه راجبش کرد. ببینیم این مچ به نفع کی تموم میشه. فکر کنم آخرین کارت این بشر باید گریویارد باشه. بله گریویارد و یه دسته اینو روشن بکنم، اینجا خود تاریکه. خب 30 ثانیه، یه لحظه تمام، 30 ثانیه آخر بازی هستیم. گوب اینجا این تا سمت راست، واقعا شانس زیادی نمیشه برای هادی در نظر گرفت تو این مچ. واقعا میتونم میگم یه مچاپ سنگین هم برای بلو و هم برای هادی داشتیم تا الان. البته برای بلو اون مچاپ اولم خیلی سخت بود، سخت و سنگین بود، الکترو جاینت اگه یادتون باشه که کیتاسیا منظورمه، اونم خیلی مچاپ سخت و سنگینی بود که خب تونسته بود از پسش بر بیاد، ولی خب هر 100-0 رو دیگه نمیشه کارش کرد. یه پلیر بخواد خیلی خوب بازی بکنه، اگه 50-50 هم باشه بازم زیاد تغییری نمیکنه، تغییری تو روند بازی ایجاد نمیشه. آرچر اینجا فکر کنم پرینس میخواد بزنه، بله دار از نوع دارکش. گوبلین جاینت با یه ضربه بولر کلن میره برای خودش، ولی خدا وکیلی با این موضوع شما نگاه بکنید چه دمیجی تونسته وارد بکنه، اصلا فوق‌العاده است دیگه. دیگه از این بهتر نگه داریم، یه ترکیب 100-0 بهت بخوره و اینجوری بتونی دوام بیاری. فقط از پلیرهایی مثل هادی برمیادی همچین موضوعی، وگرنه یه پلیر ساده بخواد این ترکیب رو بازی بکنه، میتونم به جرأت به 100% ممکن بگم به نفع حریف تموم میشه. خب هادی بحثش سواس، ببینیم این مچ چی میشه. بچه ها اینجا رو نگاه بکنید، خیلی قراره جذاب پیش بره، ولی خب 100% ماجرا اینه که هادی بازی دستشه، قطعا دست هادی این بازی. 10 ثانیه آخر هستیم، یه تا دو تا گریویارد هم پشت سر هم بخواد پلی بده دیگه فایده نداره، حتی اگه دو تا گریویارد بخواد پلی بده. و یه مچاپ فوق العاده جذاب از هادی دیدیم که به نفع خودش تموم میکنه. بچه ها یه مچ جذاب و سنگین که وسطاش سکوت کردم تا خودتون ببینید چه اتفاقی داره میفته. واقعا از وقتا فقط باید دید و لذت برد. تا الان که ویدیومون بمب بوده، بمب. ببینیم در ادامه چی میشه، فکر کنم یه ویدیوی 40 دقیقه مثل دیروز بتونم براتون بذارم. خب بچه ها بلو ویلکام ریتایر اوور هادی و کلی پلیر دیگه که هنوز آنلاین نشدن، مثل این، مثل آکازا. بچه ها ال سی آی او در برابر بلو، که ال سی آی او
هادی رو زد ترکون خدا وکیلی. من تا آخرین لحظه‌اش دیدم اینجا هم مثل این که یه همچین داستانی شاید داشته باشیم. ببینیم چی میشه. خیلی عجیبه برام بچه‌ها. اینجا رو نگاه به تابلو توجه بکنید. تقریبا 4.5 دقیقه از وقت قانونی و حتی 2 دقیقه آخر بازی گذشته ولی هیچ کدومشون نتونستن به اندازه‌ای که باید و شاید به تابرا دمیج وارد بکنن و این موضوع باعث میشه که یه خورده تو فکر برم که این نتیجهش چی میشه. اوه مای گاد مورتار اسپم فقط جواب میده اینجا. فقط اسپم کردن یک ضربه بربر بود که به تابر وارد شد. خدای سطح دفاع ادسیایو بی نظیره. اگه اینطوری پیش بره بی‌تعارف دارم میگم، بدون شکم دارم میگم مچاپ به نفع LCI تمام میشه. همون میلیون پویزن رو بزنم به تابر. خب ببینیم چی میشه. واقعا جذاب و نفسگیره. وای حاجی نگیره رو تابرین. او مای گاد اینجا چی میشه؟ نتیجه چی میشه بچه؟ عروس داره. واو خیلی حیف شد. چقدر بدشانسی، یعنی پشت سر هم اینجوری بدشانسی نیده بودم از یه پلیر. این اواخر بلو فقط داره بدشانسی میاره. ولکام ببینیم به امکی بیت خورده. خدای مگانایت بچه ها اصلا از فاز بطل قبلی هنوز نرفتم بیرون که چطور چرا اونجوری پیش رفت. یعنی انقدر خوب اسپم بکنی بعد ببازی. خیلی بد شد، حیف شد. بعد خدایی هم به خاطر پویزن بود و اختلاف برد و باخت فقط توی پویزن بود که رقم خورد. اگه هر اسپل دیگه به جز پویزن داشت چون دیگه نمیتونست خشنگ دفاع بکنه. این ضربه یاختر لعنت بهش که اینم بدشانسی. وای خدایی اگه این ضربه آخر نمیگرفت، چون امکی بیت کنن پلیریه که زیاد با فایربال و پویزن و اینجور داستانا کنن، با اکسیر سنگین چیزا چی میگم بهش اسپلا کنن، اسپلایی که اکسیر زیادی میکنن کنن، میونه خوبی نداره. از اول فقط با عروض کار خودش رو پیش میبرد. اگه اون ضربه آخر نمیخورد با یه دونه لابا قول میدم بهتون، قول میدادم که اون بازی به نفع ویلکام تمام میشد. این نمیتونست دیگه به کینگ تاور ضربه ای وارد بکنه، واقعا همین خورده عصبی شدم براش. خب ببینیم مچ به نفع کی تمام میشه. اوور خدای گریویارد واقعا جز 5 پلیر برتر گریویارد میتونم تو سال 2023 قرارش بدم. بهترین رنکی که با گریویارد تو سال 2023 زد فکر کنم رنک 23 بود بچه‌ها، رنک فوق العاده ای دیگه با گریویارد. خب رنک کلیش رنک 9 جهانه. چه به موقع اومد بیرون این گاردین. نایت تکامل به خوبی تونست ایستادگی بکنه. بیبی دراگون تورنادو آخ 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 تورنادو بزن. آها حالا گریویارد. این مچ خیلی میتونه حتی جذابتر و حساستر از دو بتل اخیرم پیش بره. اون هر دو بدون اشتباه دارن بازی میکنن. اگرم این مچاپ رو بخوایم خیلی سخیرانه بگیریم به نفع مایا میتونه باشه بچه ها. گریویارد نه بیبی دراگون بربره برل داره فقط و فقط از رو بریج کارت ها رو میریزه. اینجا ببینیم چه اتفاقی میافته. تورنادو 20 ثانیه بچه ها بیبی دراگون میگیره رو تابر و کارو به همین راحتی. با صبر کردن بچه ها تو این بازی ها گرفتیم که با صبر کردن و جای مناسب کارتو انداختن میتونی بازی رو ببری. اگه توجه کرده باشی چه اتفاقای جذابی تو اون بازی افتاد. رفقا بلو در برابر توریست، دوتا از خدایان بریج اسپم در حال حاضر به هم دیگه خوردن. یکیشون خدای پکا بریج اسپم، اون یکی خدای ترکیب شیرین کارته. اسم کارت شدم بیاد.
اسم کارتش یادم بیاد، آه بربر نخبه، بخواستم همینو بگم، یه 10 ثانیه منتظرتون گذاشتم. یکیش خدای پیکاپ روی جسپم، یکیشم خوردای بربر نخبه. ببینیم نتیجه این بازی چی میشه. خیلی میتونه جذاب باشه. من یه همچین مچاپی حتی تو رویاهام هم نمیدیدم این مچاپ توی این سیزن ببینم. خیلی فوق العاده است این مچ. آشر کوین؟ نه. حالا آشر کوین به موقع بود. بندیتش اوکی، بندیتی که زنده میمونه. آخ 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 آخ، سمت چپ و راست داره سپم میکنه بچه ها دیگه. خدای بریج سپمه دیگه، هم توریس هم بلو. ولی این مچ خیلی دیفیکالت میشه، واقعا سختی این مچ برای خودم خیلی جذاب میتونه باشه. یک ضربه خوبه، ولی تا اینجا بچه ها قبول کنیم که توریس بهتر عمل کرده ها. اوه اوه اوه، اوکی. نه فکر کنم مچ بریج اسپن بازار رو بودو واگذار بکنم. این مچ دیگه برای عاشقان بریج اسپن بود دیگه، براتون به نمایش گذاشتم که خیلی هاشون هم میگفتید از گیم پلی توریس بذار. من زیاد با توریس بچه ها در ارتباط نبودم، یکی از معدود پلیرهایی هستش که باش در ارتباط نبودم. همون در حد اینکه توییت هم لایک بکنیم، همون که فالو داشته باشیم، همین بود در همین حد. و بعد ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته. اینجا دیگه واقعا اسمم های توریس فوق‌العاده است. سمت چپ توریس هم یه ضربه یه دمیج خوبی وارد شد، ولی خب بیفایده بود. رفقا این مچ به نفع توریس تموم میشه، چیزی که مشخص بود. سطح این بتل بود که واقعا خوشم اومد، خیلی جذاب بود سطحش. ادامه میدیم مچه ها، ادامه میدیم که مثل اینکه تا آخر ویدیو قراره چند تا مچاپ فوق العاده ببینیم. آرون مرتار باز از اول کلش رو یاد این مرتار بازی میکرده. لاگ شهت، لاگ هم میزنه. آخ آخ آخ، تا بره سمت راستش متاسفانه زیاد دمیج وارد شد. سمت راست هادی منظورمه. گوبلین جاینت از سمت چپ، نایت معمولی و ببینیم این مچ به نفع کی میتونه تموم بشه. دارک پرینس از سمت راست داره دو طرفه میکنه، از رو بریج بعد کارت ها رو بریزه. فایربال، فایربال روز، اوه اوه اوه، فایربال روز. خب اوکی عالی بود، حریف هم دست به سینه نمیشینه، قطعا گاردینش رو پلی میده. پرینس سمت راست داره میره. اوکی نایت، بچه دو ضربه پرینس خیلی حرفا که وارد شد. لاگ با این موضوع هم بهتون بگم بچه ها، واقعا این که هر دوشون یه رنگ متفاوت، یه رنگ شبیه به هم دارن، میتونه مچاپ ها رو تا یه حدی جذابتر هم بکنه. هر دوشون رنگ نوع جهان رو توی لدر دارن که فکر میکنم به یه فاصله خیلی کم این اتفاق براشون افتاد. هر دوشون توی اوایل 2023 بود که این رنگ ها رو زدن. اوکی این مچ فوق العاده جذاب میتونه باشه. در ادامه خواهید دید نتیجه چه چیزی خواهد شد. اوه 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 اوه، چه دمیج سعی وارد شد. خدا وکیلی اینطوری پیش بره خادی میتونه بچه بازی ببره. البته کارت آخره آرون یه خورده منو فکر برده که چی میتونه باشه. ببینید کنن این پلیر از اول راکت باز بود، یعنی کلا توی ترکیبش همیشه 99% مواقع بگم اینطوری بهتره از راکت استفاده میکرده به عنوان یه کارت اکسیر بالا. سمت چپ رو نگاه بکنید، کارت آخرش منو خیلی به شک میندازه. گوبلین جاینت
تورنادو سمت چپ و راست رو نگاه بکنید، چه مچاپ فوق العاده ای که توسط هادی داره پیش میره. دیگه کارت آخرش هم بخواد راکت هم باشه دیگه هیچ فایده ای نداره. بله نگاه بکنید بچه ها، خود و وکیلی چقدر بازی نرمی رو جلو برد هادی. یعنی از اول بازی اگه شما نگاه کرده باشید این مچ قبلی رو، شما فکر میکردی که نتیجه به نفع حریف تموم بشه، ولی واقعا اتفاق خاص بازی رو رقم زد و با اینکه مچاپ با حریف بود بازم تونست بازی رو به نفع خودش تموم بکنه. هادی واقعا مچاپ گذشته یکی از بهترین مچاپ های ممکن بود که به نمایش شما گذاشتم. رفقا هادی در برابر اوور دو تا از فرنلیستان به هم دیگه خوردن، این مچو به هیچ عنوان دستنید، دو تا از بهترین های جهان تو تاپ 50 به هم دیگه میخورن. خب دیگه واقعا از جذابیت های این مچ نمیتونم چیزی بگم، چون با زبون و با کلمات نمیشه گنجوند این حساسیت و جذابیت رو. ببینیم چی میشه، مچاپ فوق العاده جذابی میتونه باشه. زب شاید زب رو بزن، نه زب نداشت که نزد، فکر کنم اگه داشت میزد بچه ها زب رو پلی میداد. همین الان اوور رو دیدیم که با گریویارد مایا رو شکست داد و این مچ ها به نظرم میتونه با هادی باشه بچه ها بدون شک. یه چیزی شبیه به 70 سینا کنید برای گرفتن پرینس. چقدر اکسیر خرج کرد؟ میگم این مچ به نظرم حتی بیشتر از 70 سی هم باشه به ضرر اوور و به نفع هادی. خب اسفم کردن شروع کرده از بریج، خوب بود، دفاع خوبی بود. واقعا امیدوارم که هرکی شایسته برد باشه ببره، یعنی هم ما مچاپ جزایی ببینیم که مطمئن باشید این اتفاق میفته و همین که اونی که بهتر بازی میکنه ببره. خیلی دوست دارم همچین اتفاق بیفته. چپ و راست رو داره دیوانه وار پیش میبره کار رو. پرینس زد، او مای گاد، پرینس کار خودش رو میکنه. دو ضربه، این دو ضربه ای که من دارم میگم یک ضربه پکای ها، الان انگاری که پکا یه ضربه سمت راست تاور وارد کرده، حتی یه خورده بیشتر. گنگز اصلا اجازه انداختن گریویارد تو تاور رو توی این دو دقیقه و 10 ثانیه نداده هادی و این موضوع باعث میشه که تفاوت ها رقم بخوره. یه پویزن هادی، تورنادو فوق العاده توسط اوور. بچه ها حتی اگه خود وو یا چه میدونم استارلایت هم یه همچین مچاپی رو ببینه و چشمی بخواد بهتون نظر بده، نظر خودم میگه به نظر من همین 70-30 به نفع هادیه این مچ. خب اینجا نمیذاره بیبی دراغونش از بین بره، جلوی لیتل پرینس رو گرفت. دارک پرینسی که مطمئنن یه ضربه، واو شانس رو برد. اگه ول میکرد اون دارک پرینس رو مطمئن باشین ضربه وارد میشد. خیلی همالی تو امر دفاع کردن واقعا بی نظیر بوده اوور، ولی خب تو حمله اصلا هیچ کاری نتونست انجام بده. حتی یه دونه گریویارد هم تو این فاصله ای که از بازی گذشته به سمت تاور انداخته نشده و خب این موضوع هم میتونم بگم قابل درکه دیگه، یه دونه گریویارد داره و کلی کارتی که باید ازش دفاع بکنه، یعنی از کارت ها باید برای جلوگیری از به تاور رسیدن دفاع بکنه دیگه. مثلا پرینس دارک پرینس اگه تنها بندازه تنها راه چاره گریویارد میشه که اگه نداشته باشه کار تمومه. پرینس اصلا تو چپ فکر کنم بخواد کوبین جوینت تو اسد و نه نزد. اوکی کوبین جوینت نزد، ولی بچه ها اگه یه دونه فرصت گریویارد، فقط یک دونه فرصت گریویارد به دست بیاد برای اوور، مطمئن باشید بازی رو به نفع خودش میتونه تموم بکنه. ولی اگه اینجوری پیش بره که قطعا این اتفاق نمیفته. واقعا هادی
خیلی زود تونست با این ترکیب اخت بگیره و انگاری که ترکیب چیزی نیست، سختی نیست واقعا پلی دادن باش برای هادی. هادی جوری پلی میده که انگار راحته، ولی خب در باطنش ایست دیگه است، ایست دیگه قرار داره، سختی زیاد. 20 ثانیه آخر بازی، تمنای اوور برای ندادن تاور ادامه داره و 10 ثانیه اصلا فاصله این مچ با چیزی که فکر میکردیم خیلی زیاد. من فکر میکردم اوور بتونه بازی رو ببره و فکر میکردم مچاب هم حتی با اوور باشه. ببخشید مچاب نه، مچاب همون از اول گفتم که با خادیه، مچاب نه، ولی فکر میکردم اوور بتونه با یه دونه گریویارد به در واقع برای حمله بتونه کار رو به نفع خودش تمام میکنه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. واقعا تا اینجا ویدیومون محشر بوده، دقیقا مثل ویدیوهای چند روز گذشتمون، ولی خب میتونم بگم این ویدیومون یه توی یه لول دیگه قرار داشت، یه لول بالاتر، یه لول تاپتر. بچه ها بولو در برابر آلا، 1-0. خب دقیقا همین مچه ما توی همون بطل اول دیگه میگه که به نفع بولو خودش تموم کرد، که توی اسکیلا هم به نظر من تفاوتی بین کیتاسیان و آلا نیست توی ترکیب الکترو جاینت، چون هر دوشون واقعا من خودم دیدم، مخصوصا آلا خیلی پلیر قدیمی توی الکترو جاینت هست، حالا کیتاسیان بیشتر سایکل باز و هوگرایدر باز و ایناست، ولی آلا قضیهش فرق میکنه، یه خورده بیشتر با این ترکیب بازی کرده، بالاخره هرچی باشه میدونه بهتر بعد چیکار بکنه، ولی خب به نظرم کیتاسیان این موضوع رو شاید نمیدونست، این موضوعاتی که آلو الان میدونه رو، ولی خب ببینیم این موضوعات میتونه به نفعش تموم بشه یا خیر، که بعید میدونم. تا اینجا تونسته بدون هیچ مشکلی بازی رو پیش ببره، بدون کوچکترین اشتباه به نظر من تونسته تا اینجا پیش بره. بچه 4000 هر کدوم از سابرا ایچ پی داره، واقعا من هنوز تو مچاپ توریس و بلو گیر کردم، خیلی مچاپ جزایی بود. سمت چپ نمیذاره و ببینیم بالاخره میتونه با الکترو جاینت کاری انجام بده یا خیر. آرچر اوکی، بندیت یه ضربه خوب تونست وارد بکنه به تاور، ولی خب فایده ای نداره، واقعا اینجور ضربات اصلا فایده ای نداره. الکترو جاینت کارتی که یاد نمیتونه جالب باشه تو این لحظه از بازی. او مای گاد، کنون کارتو میس میده، یه ضربه دیگه و تمام و تمام. میدونید دیگه اسپم کردن حتی تو شرایطی که اکسیر نداری هم اینجوری جواب میده، اینجوری برات جواب میده. او مای گاد، بچه رمیدی در برابر هادی، یه مچاپ فوق سنگین تو یک روز آخر سیزن. این مچاپو به هیچ عنوانی از دست ندید، خدای ترکیب والبریکر در برابر بهترین پلیر ایران. این مچ میتونه جذابیت های خیلی زیادی هم داشته باشه. بچه برای اولین بار توی این یک سال اخیر، شاید بگم دو سال اخیر، دارم میبینم که رمیل یکی از کارت های ترکیب اصلیش رو تغییر داده. یعنی چی؟ یعنی لاگ، بچه ها لاگ رو انداخته بیرون و به جاش پویزن گذاشته. انتخاب خیلی عجیب و سختی بوده مطمئنم برای خود رمی، چون بدون لاگ واقعا یه همچین ترکیبی اگه بخوایم چشمی نگاه بکنیم انگاری که بیفایده است، ولی قطعا فایده داشتی که تونسته تا همینجا پیش بره و در برابر هادی قرار بگیره. ببینیم نتیجه این مچ اتفاقی براش میافته، تورنادو رو خراب میکنه. فکر به این موضوع که شاید هادی بخواد زف روی نایت بزنه، به خاطر همین موضوع بودش که تورنادو رو پلی داد، بعد این کار انجام نمیده. مطمئن باشید به هر دو اشتباه شد، اینو باید قبول بکنید. سه تا از مهمترین کارت ها، واو
چشمام بچه ها، دوره خیلی حساس پیش میره ولی بازی به نفع هادیه، یعنی شک نکنید راجع به این موضوع که به نفع هادی داره پیش میره همه چیز، هم گیم پلی، هم اکسیر شماری و هم روند بازی و هر آن چیزی که بخواید بهش فکر بکنید. اوکی دیگه کار رو تموم کرد، سه تا از کارت‌های مهم رسیده به دم تاور و باید تورنادو نمیشه این کار رو جمع کرد، چونیستی که یک ضربش معادله با 10 ضربه ماینر فکستری بله بچه ها به نفع عادی تموم شد. خدا وکیلی چقدر جذاب، چقدر حرفه‌ای، چقدر هوشمندانه این مچ پیش رفت. این مچ هم حتما ببینیم چرا که نه. خدای بریج اسپم فکر کنم کار رو تموم کرده در برابر یه بریج اسپم جدید، من یه همچین بریج اسپمی نهیده بودم. بچه ها یکی از بچه ها گفته بودش که یکی از دوستان از خودتون بود گفته بودش که معنی بریج اسپم چیه. بچه ها بریج یعنی پل، نا کنید این پل وسط رو میبینید از بازی که انگاری که دو قسمت کرده. اسپم یعنی اسپم کردن، مثلا پشت سر هم یک کارت رو بخوای بندازی تو شرایطی که حریف اکسیری نداره. اینکه حریف اکسیری نداشته باشه خیلی اهمیت داره توی اسپم کردن. آره شما از رو پل کارتای 3 اکسیری 4 اکسیری رو بندازی، اکثرا به کارتایی که 3 اکسیر 4 اکسیر دارن میگن بریج اسپم، مثل همون پکار بریج اسپم خودمون، مثل کارت مثل ترکیب بلو که فکت و فراوون 3 4 اکسیری و به این موضوع میگن بچه ها بریج اسپم. اونایی که نمیدونستن خوشحال شدم که بهشون گفتم. رفقا واقعا الان هر کاری بخواد حریف انجام بده فایده ای نداره. بلو باخت نمیده، تاور نمیده، امکان نداره. آرچر تو رنگ بالایی هم خدایی قرار داره ولی بچه من هنوز من نمیدونم چرا از مخم نمیره اون مچاپ فوق العاده توریس که کاش به نفع بلو تموم میشد. خیلی افتاد. خب دوستان مچ آخر از EN77 بهترین پلیر حال حاضر تاپ لدر به توریس میخوره. کی منتظر مچاپای توریس بود؟ این ویدیو بیشترین مچاپای توریس رو بهتون نشون دادم. اینجا نفر یک جهانی EN77 به توریس میخوره به خدای بریجز. هم این مچ به هیچ عنوان نباید از دست داده بشه. ببینیم نتیجه چی میشه بچه ها. تا اینجا که مشخصا این بهتر بازی کرده و تاور تونسته خیلی راحت بگیره. خدایی بچه وقتی اینا رو توی کف ترازو قرار میدی انگاری که در نوع خودشون بهترین هست. واقعا بهتون میگم در نوع خودشون بدون رقیبن. توریس واقعا توی لول دیگه ای با هر بریج اسپم بازی که شما بخواید تصور بکنید بازی میکنه بدون شک. لاگ ولی خب لاگش فایده نداشت. داره اسپم میکنه سمت راست خیلی خطرناک داره پیش میره، سمت چپ هم همینطور. فقط اسپم های این بشر رو نگاه بکنید، هر پلیر دیگه با هر ترکیبی بخواد باشه تحت شرایطی همچین قرار میگیره. کمون کارت او مای گاد بچه بازی رو برگردونده. این مچ رو نگاه بکنید فقط بندی تا سمت چپ. زب آخ 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 چرا گاردین نیمد بیرون ها چی؟ خیلی سخت داره پیش میره این مچ ها. گاردین میاد بیرون. واو اینجا دیگه هنر EN77 رو باید با هم دیگه به چشم ببینیم. گاردین بیا بیرون. وای حاجی چه اتفاقای جذابی داریم توی این مچاپ میبینیم با هم. او مای گاد اینجا رو نگاه بکنید و تمام. مچاپ آخر فوق العاده ای بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه که مطمئنم اگه اونایی که کامل این ویدیو رو دیدن خوششون اومده. لایک و کامنت و سابسکرایب همون حرفایی هم میشه یادتون نره. فعلا تا یک ساعت آخر سیزن که مهیج ترین ویدیو سال خواهد شد.